اعزام پاسداران و بسیجی های جنایتکار و سایر شبه نظامیان برون مرزی رژیم برای کشتار مردم سوریه تحت عنوان دجالگرانه دفاع از حرم از اون جنایت هاییه که مردم ایران به شدت ازش خشمگین و منزجرند و در جریان قیام هم با شعارهای خودشون این خشم و نفرت رو ابراز کردند. چند شب پیش تلویزیون رژیم با ترتیب دادن گفتگوی تلاش کرد این رو که پاسداران به ضرب پول و مزدوران افغان و غیر ایرانی به خاطر ترس از اخراج یا برخورداری از حق اقامت و امثال هم به سوریه اعزام میشن رو رفع و بکنه اما حاصل اون به هم خوردن بیش از پیش این گنداب و افشای ماهیت اعزام به سوریه بود قسمتی از این گزارش رو که در اون یک به اصطلاح کارگردان فیلم های مستند به نام حسین خانی و پاسداری به نام انتظاری که در جنگ سوریه معلوم شده جلب میکنیم و اما یک سوالی من اجازه باشید از آقای انتظاری بپرسم خواهش آقای انتظاری عزیز شما جانباز مدافع حرم هستید و به سوریه رفتید میخوام بدونم با این همه پولی که بهت دادم میخوای چیکار کنی <تصفيق> <تصفيق> والا اون روزی که ما داشتیم برای بحث اعزام میرفتیم اصلا بحث مادیات تو ذهن ما نبود و نبوده نیست واقعا نیست واقعا نیست چرا بعضی از مردم باور نمیکنن دیگه والا اون برمیگرده شاید به باورهای بعضی از افراد که تصورشون اینه که این بچهای هم به خاطر پول رفتن خب شب... این تصور رو کی ایجاد کرده خب بخشش رو همون رسانه های غربی و متاسفانه حالا شبکه های ماهواره ای شاید تو ذهن این یا شبکه های فضای مجازی این شبهه رو تو ذهن افراد وارد کردن و متاسفانه ادهی بدون به نظر من تحقیق و جاهلانه یا شاید هم مغرزانه دارم به این دامن میزنم متاسفانه تو جامعه حالا من در تکمیل صحبتتون ما خودم یه چند ماه پیش به اندازه یه دو هفته با توفیق داد و تونستیم برای مستندی بریم توی این مناطق توی مسیر برگشت توی یکی از فرودگاه ها یکی از همین افرادی که جان باز شده بود و با سر باند پیچی شده رو ما دیدیمش و همین سلام و حال احوال پرسی همین فهمید ما تیم مستند از اولین نکته ای که به ما گفت با همون حال خرابش میگه آقا تو رو خدا بهت بگید آقا ما برای پول نیومدیم اینجا میگه مثلا من برگشتم گفتم خونمون تو پارکینگ خونمون نرسیده همسایه‌مون به من برگشته میگه که میگن مثلا 4 تومن 5 تومن به تو پول میدن میگه من بهش گفتم که آره راسته بیا بیا, بیا بریم تو به تو میدم بریم میای <تصفح> <بیا> بریم خلاصه <تصفح> 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 اینجوری هست یکی دیگه از شایعاتی که میگن در مورد حالا این شایعاتی که رسانه هایی که باز همین پرقدرت میان و میخوان یه چیزی رو که ازش ضربه دیدن رو میخوان بهش ضربه بزنن بحث بر بچه های فاطمیون هست بچه های افغانستانی که با اعتقاد اومدن و با قوت اومدن و در مورد رشادت هاشون هم خیلی ما شنیدیم در طول این جنگ میگن آقا این رسانه ها شاید درست کردن که آقا از ترس نمیدونم دیپورت شدن و از ترس اینکه از ایران مثلا بیرونشون کنن و با این ماجراها این افراد راهی سوریه شدن